سلام و درودها نثار شما خوبان. از اینکه کانال وهاب امیری پروداکشن را انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. برای ارائه نظرات، انتقادات، پیشنهادات شما می توانید به صفحه های اجتماعی وهاب امیری سر بزنید. نظریات ارزشمندتان را با ما شریک کنید. طبق معمول ما باز در خدمت یک خواننده محبوب دیگر است. خواننده محبوب شما جاوید جان سمیر. جاوید جان سلام خدمت شما، تشکر از اینکه برای ما امروز وقت دادی. ما یک چند دقیقه مصاحبه کوتاهی داشته باشیم. علاقمندان شما قطعا در سراسر دنیا افغانستان هستند و دوست دارن که از جاوید سمیر بعضی سوالاتی که در ذهنشان همونطور چی میگن مخفی مانده یا نتونستن از تو سوال کنن یا در تلویزیون ها نتونستن مصاحبه تا ببینن، اینجا دوست دارن این سوالا رو مطرح کنم. در قدم اول خوش اومدید وهاب جان قند و یک سلام به تمام بیننده هایی که فیلن ما را بیننده هستن. خوشبختانه مراد باز هم در خدمت بیننده هستن و بخصوص چنل یوتیوب وهاب جان قند نماش. دیگه سوال های شما را جواب میتیم صادقانه. جاوید جان برنامه ما قسمی است که ما معمولا خودت میفهمی با هنرمند ها زیاد همکار هستم. گاهگداری هنرمند های عزیز به چالش میکشیم و ما در برنامه معمولا 10 تا سوال داریم، 10 تا سوال حالا پرسان میکنیم. خواننده های عزیزم پاسخگو هستن. بسیار گپ. امروز هم چند تا سوال طرح کردیم که از شما سوال کنیم. خدا کنه آسان باشه. سوالات ما مشکل نیست، اجتماعی است و برنامه بسیار اجتماعی است. جاوید جان از چه زمانی احساس کردی که جاوید باید آواز خوان شوه، هنرمند شوه؟ کار از کجا آغاز شد؟ بهترین یک سوال با خدا. البته دوره مکتب بود، صنف 11 مکتب بود. بعد خود که خود زمزمه میگه وقت البته خودمو البته شخصا خودم در یک فامیل هنرپرور به دنیا اومدیم. برادرم تمام شکر الحمدلله هنرمند هستن. و بعض وقت زمزمه میکردم بازم هم صنف و کسی که پالو فایلم بود. بسیار تشویق میکردم. باز خوشبختانه دو دوست ما تمامشون عزیز بودن برام، همسین فیلم همی معلم های ما و دو همسین فیلم بسیار تشویق میکرد، بخصوص باز یک دوز بگویم، رفیق بگویم، همراه بگویم، خوارزاده ما باز یاد تشویق میکردن. باز از مکتب که وقتی ما مکتب خلاص کردم باز یک پروسه یک موسیقی شروع شد. آموزش ها جاوید جان شما در پروسه ستاره افغان هم بودین، در اونجا مقام چندم به دست آوردین؟ چی سالی بود فکر میکنم؟ چند سال پیش بود؟ پیشترم یاد داری که یکی از پروسه های گفتم موسیقی با شروع شد، دوره ستاره افغان بود. یکی از همزین فیرما فری جان نام داره و احمد زیا ما زیادتر وقت شفیق میگفتیم. باز اونها مرا زیاد تشکر کرد خوردادیم امیر خان که یاد داری کنم باید چون به خاطر که اونا بودن، برادران بودن که ما پیش رفتم، تشویق کردم مرا بردن در ستاره افغان. ستاره افغان که رفتم اونجا خوب درک شدم. از بین هزاران نفر فکر کنید که بار اول ما تجربه هم نداشتم. اما خوشبختانه که اما دانش موسیقی داشتم؟ نه تو وقت هم نه، کار نکرده بودم موسیقی. یعنی به صورت حرفه‌ای ندارم؟ نه کار نکرده بودم. آفرین. خب خوشبختانه رفتم، خب شوق علاقه که داشتم تشویق و گپا مرا دلداری میداد، رویم میداد، جرات مرا زیاد میساخت. و رفتم اونجا بسیار خوشبختانه خوب پیش رفتم، مقام نوم از خود ساختم. بین مقدر مردم که رفتن بعضی کسایی بودن که 4 بار 5 بار آمده بودن بعدم پس رد شده بود.
خب جاوید جان، بعد از پروسه ستاره افغان شما یک کار مشترک با یک از ستاره های هم دوره خودتان فکر میکنم داشتین. بله، البته کار دومی بود، کلیپ دومی بود. خب خب اولش تکی بود، بسیار دومی با یکی از هنرمند خوب ما از سبکه اوناز بود، رب خان زیبا جان بله، امیدی. او کار رو اکثرا مردم دیدن دیگه. بله خودتان رو حضور داشتیم آقا جان قلب. بسیار روز خوب بود، یک خوب یک از خاطرات بسیار بسیار جالب، جالب بود بسیار در ماندگار مانده تا به حال. فکر میکنم و بسیار خوش ویدیوش بود. در چینل یوتیوب ما هست، میتونین ویدیو رو ببینین. جاوید جان، شاید بر خیلی ها سوال باشه که معمولا همه هموطن هستیم از یک کشوری به نام افغانستان زیبا، خب معمولا اصالتا باز از کجا هستین شما؟ ما تمام افغانستان دوست دارم، هر وقت چه و خودم از ولایت لوگر هستم، خوب ولایت لوگر بسیار پیدایشم زیبا. در کابل شده. بله، اگه قرار باشه باز یک کار مشترک بسازی، امیالی که بخوای امیدو در ذهن یک خطور کنه، با کدام هنرمند دوست داری یک کار مشترک بسازی؟ هم هنرمند رو دوست دارم، اما تا به حالا تو یک فکر نکردیم، در چون آینده قرار است یک کار مشترک داشته باشی؟ ببینم نظر به اوزا میفهم با کسی یک باز از طبقه دوگانه اوناس بخوام باشه یا از طبقه ذکور؟ مشکل نیست، مشکل نیست بر ما، اما بخیر اگر نصیب قسمت باشه با یکی از دوستم کشگف هم زدیم، پس ما منتظر چون باشیم. یک چیو سپرایز باشه اگر نصیب قسمت بود بخیر انشاءالله بخیر بسیار خوب. دوگانه نیست. جاوی جان، کار هنر ما میفهمیم در افغانستان، هنر و هنرمند در مجموع مردم های خیلی بی‌ضرر، مردم های خیلی با ادب هستند قربان شما و ای همیشه الگو هستند برای جامعه. اما در جامعه کنونی ما برخورد مردم با شما چی قسم است؟ وقتی که از خانه بیرون میشین یا از محل کار بیرون هستین، برخورد مردم در مجموع با شما چی قسم است؟ شما رو میشناسن؟ حالا خاطره نسبت به خاطره خوش خاطره غم‌انگیز زیاد است، چون به خاطر یک وقتی که من نو از سوریه افغان من خارج شدم، مثل که جاوید وقت دادم کسی مرا نمشنا در بازار شهر کوچه هم جایی که من مثلا میگشتم کسی نمشنا. وقتی که سیدی مردم مرا شنا بیرون می شدم، از این که نام مرا می شنا من می فهمیدم که نام من چی است. او ستاره افغان، ستاره افغان، ستاره افغان. در مورد اوضاع موسیقی افغانستان برای ما یک کمکی صحبت کن. آیا کار به اهل کار سپرده میشه؟ حالا یک معلوم دار است، فعلا به خاطر این معلوم دار است که یک وقت بود که رقابت های سالم بود، هنرمند با هنرمند میشیش، مثلا اونا از او یاد میگرفت و از او یاد میگرفت. اما که فیاست ماست که از تمام هنرمندای فعلی جدید سابقه کسایی که فوت کردن مشنام، ذره از اونا ما کم کم یاد میگیرم، میاموزم. به خاطر اینکه سبک غزل، سبک محلی، سبک پاپ، سبک راک میشه. مثلا من خودم شخصا در محفلهای روسی اشتراک میکنم، نمیشه که من خود در یک سبک غزل پرتم این غزل پیش برم، نمیشه. محفل روسی محفل است که باید شاد بسازی مردم. بله بله، و شکر الحمدلله فعلا اما قدر توانستیم که قناعت مردم ها کسی که مردم خوش دارن در محفلاشون اشتراک میکنم، دعوت میکنن، قناعت هم رو محصول کردیم. و بخصوص فعلا خو هنرمند های پیدا شده که اصلا کار نکردن در موسیقی، که موسیقی تعریف موسیقی رو درست نمیفهمن، دون فقط خوی یک چانس هست، رقابت های ناسالم، یک آهنگ دو آهنگ که مثلا کلیپ کرد مردم شناخته شد، اما گپ که مطلب می قف سراو است، اما قدر زود که شهرت پیدا میکنن، اما قدر زود از بین میرن، فراموش میشن. رقابت های ناسالم به نظر من در مارکت موسیقی افغانستان واقعا زیاد هست، اما امید که یک تغییراتی بیاید و مردم عزیز ما بتونه تفکیک کنن خوب از بد، یعنی کسی که کار خوب میکنه و کاری که امید به میرسه که حتما یک روز نگروز همه چیز همکار با مو اهل کار سپرده میشه.
صحبت های ما خسته کن نشه برای بیننده ها. ما مطمئن هستیم که تو کارهای جدید زیاد داری و طرفدارات هم قطعا منتظر هستن کارهای متفاوت تر از جاوید سمیر باز ببینن بشنون. جاوید سمیر دو سبک فکر میکنم کار میکنن. یکی بعض آهنگای شاد میسازه برای مجالس، مردم خیلی فکر میکنم بیشتر دوست دارن، و یک سری کارهای هنری هم میکنه در کنار کارهایی که برای مجالس میسازه و کارهای شاد میسازه. یک سری کارهای خیلی عاشقانه و برای طرفدارای خاص خودش هم بازم میسازه. شما دو سمت گرفتین فکر میکنم، هم برای مردم کسی کارهای شاد دوست داره میسازین و هم برای کسی کارهای تراژیک دوست داره. خب هر چیز از خود یک سیزن داره، مثلا هر میوه میبینی یک سیزن داره، نه مونک تا از سر سال تا آخر سال. بهار میشه ما کوشش زیر داریم که آهنگای شاد بکشیم، در اول سال کل اگر شاد کنیم شاد باشه، چون به خاطر کار محفل، کار بزنس، کار از اینکه مردم در برای مردم محبوبیت پیدا کنیم. و مثلا وقت زمستان میشه، خزان میشه، آهنگای باید باشه یا بر وطن خوانده شوه، یا به خاطر عشق عاشقی، یا به خاطر مادر. اون وقت برای یک هنرمند یعنی موسم داره، موسم داره، یک چی است که بهار باید چلی چیز شاد باشه و خزان که میشه کلی موضوعات فهمیده برش یک تفریح میشه، یک ذهنیت پیدا میشه که فکر کنم که می وقت بیکاری است. هر چیز از خصوصی داره، مثلا سر تا آخر سال نمیشه که مکمل محفل باشه، محفل باشه، محفل باشه. میشه که مثلا در زمستان ما خودم تقریبا یک آهنگ عاشقانه سب کردیم بخیر، و یک آهنگ دیگه هم کم اگر رومانتیک است بخیر. انشالله میبینیم که چی نتیجه میده. ما همیشه آخری فکر کردیم، خودم قضاوت نکردیم، اگر چی آهنگ بهترین آهنگ بوده، شعر بهترین شعر بوده، کمپوز بهترین کمپوز بوده، اما منتظر ازی بودیم که نظریات هموطنهای ما، نظریات علاقمندا چی بوده. باز بود من نظریات منفی و خوبش یک جور میکنم، ببینیم که ازی چی جور میشه دیگه، باید چی کار کنم که ازی بهتر بود. نظر و تقاضای فیدبک هایی که میگیری از مردم یک تجربه میشه، تجارب میشه برات که میبینی مثلا یک کار میسازی، میبینی که چقدر این باستاب خوب داشت، بشک بشک، و نظریاتی که مردم هم برای شریک میسازن. یک کسی که نو شروع میکنه مثلا یک سال، دو سال، سه سال، صحیح است که بهتر شده میره از یک کار دو یک کار بهتر شده میره، اما کسی هدف داشته باشه کامل نیه باشه مکلف که من براتون میگم، حتما یک جای یک کمبودی که پیدا شده باشه، اونم کمبود ما پیدا میکنم. اگر خودم در کار بعدی اجرا میکنم، در کار بعدی ما بخیر ان شاء الله در موزیک اجرا میکنم که باید از این قسم بهتر شد، بهتر شد. خب قطعا هر کاری که ما پخش میکنیم، تولید میکنیم، قطعا او یک باستابش می داشته باشه. نظریات مردم رو میگیریم، طرفدارا رو میگیریم، یک سری فهمید کارهای شاد دوست دارن، یک سری کارهای آرام دوست دارن. و جای جارم دمی ارتباط گفتن که ما هر آهنگی را که بیرون میتونم بعد باستابش هم میبینیم که مردم آیا این سبکار ما را دوست دارن یا بیایم یکم تغییرات بیارم. و خوب است که همیشه منا متفاوت کار میکنن. جای جان در پایان میخواییم یک کار از شما بشنویم، باز همراه همو کار ما با دوستان عزیزمان خداحافظی میکنیم. انشاءالله در پناه حق باشید. این کاری آرام هم البته لایف از جای جان بشنه. چرا I'm